به نام خدا سلام، عرض ادب و احترام دارم. خیلی مطالب هست که باید بهش بپردازیم و غیبت های مکرر من ببخشید. اما مسئله که الان توی منطقه اتفاق افتاده اتفاق دیروز بود، میدونید همه خوندید، از دیشب تقریبا ساعت 7 و 8 شروع شد و محله دروزی ها اتفاق که یک بمب اونجا منفجر میشه اصابت میکنه و خیلی ها کشته میشن از دروزی ها. اما قبلترش نتانیاهو رفت در سنا و صحبت کرد، صحبت هایی که یه مقدار عجیب بود، یه مقدار عجیب غریب بود. از چه منظر؟ هم کامال هریس نرفت، طبیعتا دلایلش خواهم گفت، هم جنس صحبت ها متفاوت بود. بیایید ببینیم نتانیاهو جنس صحبت ها چی بود. یک نگاه سراسر ایدئولوژیک از منظر سیاسی، یک نگاه تمدنی میکنه، خیر و شر، از کلان محورها میگه، از جنگ تمدن غرب با شرق میگه، از اینکه طلایه دار این جنگ هست، از اینکه اگر اسرائیل شکست بخوره غرب هم شکست میخوره. داره درست میگه. در یه دو قطبی میسازه، دو قطبی خیر و شر، از همون جنس دو قطبی هایی که بوش پسر رو ول کنید، بوش پدر متفاوت بود. بوش پدر در سخنرانی معروف نظم نوین جهانیش، نظام تک قطبی دنیا، یه دو قطبی میسازه، یا با منی یا بر منی، یا با من هستی یا در مقابل منی، نظام تک قطبی دنیا. نتانیاهو داره یک فضای پر از احساس، یک ایدئولوژی سیاسی محض، دست گذاشتن رو یک روند کلانها. به چی اشاره میکنه؟ شما وقتی یک چنین جنسی از صحبت ها رو دارید، تصمیم دارید کار بزرگی انجام بدید. بله، شما وقتی سخنرانیتون به این شکل انجام میشه، تصمیم دارید کار بزرگی انجام بدید و باید این کار بزرگ، این نبرد بزرگ در یک تصویر فرا اسرائیل چیدمان بشه و نقاشی بشه برای مخاطب. ما تمدن غربیم، ما دموکراسیم، ما آزادی بیانیم، ما میخواییم با بربریت بجنگیم و اسرائیلی ها خط مقدم نبرد با بربریت هستند و اگر ما شکست بخوریم، تمدن، مدرنیته، دموکراسی، ارزش های غربی همه شکست خواهد خورد. اون چیزی بود که نتانیاهو از یک پکیج آماده در سنا در واقع ارائه داد. مکررن تشویق حضار، طبیعی تشویق ها. چرا؟ چون شما نتانیاهو رو دارید که داره از ارزش های غرب صحبت میکنه و خودش رو نوک در واقع جنگی ترسیم میکنه که از سوی غرب اونجا ایستاده و داره حملات رو برای اینکه ارزش های غربی از بین نرن رو دفع میکنه. نتانیاهو به دنبال حمله است، حمله به لبنان. نتانیاهو به دنبال تغییر وضع موجوده. شما نمیتونید با آتش بس در غزه شرایط رو تغییر بدید، شما باید میز بازی رو تغییر بدید. نتانیاهو به دنبال تغییر میز بازیه، میخواد بزنه زیر میز بازی. باید درک بکنیم که رژیم صهیونیستی در جغرافیای محدودی که هست به طور کامل محاصره شده و تغییر بده این بازی رو. خب الان رفت با حماس یه آتش بسی امضا کرد و تمام. خب که چی؟ جنگ تمام شد، حزب الله تسلیح تر و قوی تر، حماس بازسازی قوی تر، یمن قوی تر، سوریه با توجه به اینکه الان هم
تقریبا با ترکیه و کشور عربی و اینا مشکل چه حل داره میکنه، بازسازی خواهد شد قوی تر. نه، این باید تغییر کنه. اون چیزی که نتانیاهو میخواد تغییر این وضعیته. رژیم صهیونیستی تو این فضا که هر چی زمان بگذره بیشتر میره تو باطلاق گیر خواهد کرد. پس باید این موضوع رو درک کنیم. سخنرانی نتانیاهو یک سخنرانی بقا هست با پس زمینه یادآوری اینکه غرب اگر من شکست بخورم حضور شما، منافع شما در منطقه ما به طور کامل از بین خواهد رفت. این درسته، کاملا درسته. از منظر غربی ها اینکه بلند شن 50 بار 60 بار 70 بار 75 بار کف بزنن براش، این یک کفزنی کاملا عقلانیه، کاملا عقلانیه. فراموش نکنید این بهشتی که ساخته شده، این باقی که ساخته شده با تسلط بر منابع بلوک شرق بوده. این ثروت اندوزی اسرائیل پلیس منافع غربه در منطقه ما. این موضوع مهمیه. در صورتی که اسرائیل شکست بخوره غرب شکست خورد. معناش اینه. ما الان یک ماجرایی داریم. این ماجرا چیه؟ ببینید، گاهی میتونیم همه چیز از منظر اخلاق ببینیم. من بارها گفتم هیچ ایرادی نداره، ما میتونیم از منظر اخلاق نگاه کنیم به مسائل. اما عینک‌های دیگه هم وجود داره. یکی از این عینک‌ها منافع ملی، امنیت ملیه. امنیت ملی غرب چی میگه؟ ببینید، یک ملی گرای غیر احساسی بریتانیایی همیشه براش این موضوع که منافع بریتانیا از آرژانتین تا شبه قاره هند، خورشید اونجا هیچگاه غروب نمیکرد. برای میدونید وقتی که شما از آرژانتین تا شبه قاره هند و خیلی از نقاط دنیا استعمار کردی، حوادث تلخ خودش رو هم داره. جنگ هایی که راه میندازید، غلاتی که میبرید، مثل بنگال از گرسنگی 3 میلیون نفر هلاک میشن، خیلی از این مسائل دردناک. ولی یک ملیگرای غیر احساسی بریتانیایی حتما با اون عینک امنیت ملیش درک میکنه که این اتفاقات هر چند تلخه، اما برای منافع ملی بریتانیا و حفظ و ثبات هژمونی بریتانیا لازمه. همه چی رو نمیشه منظر اخلاق تو دنیای سیاست، اون هم پسا جنگ سرد پیشا جنگ جهانی بررسی کرد. نتانیاهو میکشه، خواهد کشت، اگر بتونه همه رو میکشه، زورش برسه خواهد کشت. الان اون چیزی که مطرحه اینه، ما یک جمله داریم از بریتانیایی ها، وزیر دفاعشون گفت ایران و کره شمالی و چین و روسیه محور شرارتن. یکی از نشریه‌های فرانسوی سپاه پاسداران رو با نیروی رزم هیتلر مقایسه کرده بود. میدونید، ما برای اونها هیتلریم. تو منافعشون در خطره، منافعشون در خطره. وقتی منافعشون در خطره اهمیتی نمیدن به خوبی ها، بدی ها، ارزش ها، اخلاق ها، به طور کامل میره کنار. رسانه داره، تلاش میکنه از طریق رسانه جنایت های خودش رو پوشش بده. حالا یا موفق میشه یا نمیشه. اگر موفق شد سلمنا، اگر موفق نشد با وضع قوانین امنیتی و سرکوبگرایانه کنترلش میکنه. سیاست این مدلی کار میکنه.
فراموش نکنید دولت ها تنها ساختارهای مشروعی هستند در دنیا که مشروعیت استفاده از ابزار سخت رو دارن. شما همین افتضاح المپیک رو ببینید دیگه، مسیح رو هم به تمسخر گرفتن. بذار یه پرانتزی باز کنم، توی این افتتاحیه المپیک وقتی که اون تابلوی مشهور همتون میدونید که شام آخر رو توی این افتتاحیه به تمسخر گرفتن و مسیح رو، داشتم نگاه میکردم ویدیو رو، خیلی از فرانسوی هم شوکه بودن. این از کجا میاد؟ گلوبالیستا کدوم وری هن؟ گلوبالیستا سمت در واقع زاییده تفکر بریتانیایی هن، دموکرات ها از اون جنس هستن. یکی از عزیزان تو اینستاگرام مطلب جالبی زده بود که میگفت به اصطلاح فیسبوک و اینستاگرام دست گلوبال هاست و از اون طرف مارک زاکربرگ، از اون طرف ایلان ماسک که اومد توییتر رو گرفت، روز اول وقتی میخواست بیاد تو محل کارش یا نزد این کاسه های روشویی توالت اوورد و میخواست بگه که گلوبالیستا رو میریزم اینجا، سیفونشو میزنم برن، میاد ترامپ رو باز میکنه صفحه توییترش رو و در واقع دیدگاهش متفاوته. ما این دوتا دیدگاه رو داریم دیگه. الان تصور کنید راست افراطی های ترامپی، جمهوری خواهی که به سلسله مراتب اعتقاد دارن جایگاه پدر، جایگاه مادر، فرزند، و گلوبال هایی که به سلسله مراتب اعتقادی ندارن، تبعیض آمیز میدونن و از اینجور مسائل، اینا در یک رقابتن. بعد از افتادن بناپار تقریبا ساختار فرانسه هم به سمت گلوبالیست شدن رفت. الان به یک شکلی بخشی از اروپا داره تلاش میکنه اون بخش راست افراطی رو کنترل کنه. تفکرات اونها در المپیک در صفحه نمایش هم رقابت خودشو داره. همه میدونید در تو سخت جنین تو آمریکا رؤسای جمهور میتونن جابجا بشن. خیلی هم موضوع دور نشیم، خیلی هم موضوع دور نشیم. نتانیاهو رفته اونجا و داره چیکار میکنه؟ خب همه میدونیم هیچ راهی نداره، اسرائیل کاملا تو شرط بقاه، رضایت آمریکایی‌ها رو بگیره برای حمله به لبنان. اما باز هم همه میدونیم که اسرائیل توانشو نداره به تنهایی. تو دل اون سخنرانیه یه مسئله‌ای رو گفت، سلاح‌های پیشرفته‌ای که تونستن ارتقا بدن. چند وقت پیشم دیدم ترور آلارم اسرائیل بود، فکر میکنم اشاره کرد که ما سلاح‌هایی داریم که تونستیم توسعه بدیم. پوتین وقتی وارد جنگ با ناتو میخواست بشه گفت اگر روسیه نباشه میخوام دنیا نباشه، نیاز چه حمله اتمی کنم میکنم. اسرائیل هم چه این وضعیتیه، دست کم نگیرید. و من فکر میکنم ما داریم نزدیک میشیم به اعلام بمب اتم ایران، یعنی با توجه روندی که داریم میریم داریم به اون سمت حرکت میکنیم که از بمب اتم خودمون رو نمایی کنیم. اتفاقا نگاه که میکردم چین بیشتری میزان هزینه برای توسعه بمب‌های اتمش رو در واقع در سال 2023 انجام داده توی دنیا. چه جالب، میزان تهدیداتش که افزایش پیدا میکنه میزان توسعه مشکل اتمش رو افزایش میده. خب ما الان تو این وضعیت هستیم، شاید کمتر کسی دوست داره راجع به این مسئله صحبت کنه توی ایران، ولی خطر جنگ به شدت جدیه و خیلی جدیه، خیلی جدیه. آیا کامالا هریسی که نیومد توی سنا و سخنرانی ترامپ رو نتانیاهو رو گوش نکرد به دنبال دوری از این جنگه؟ و ترامپی که ایران رو لعن میکرد و لعنت بر خودش باد،
به دنبال جنگ نه. کامالا هریس برای این نیومد تو انتخابات، چون از ترامپ توی گفتگوی نتانیاهو چون از ترامپ عقبه و میخواست آرای از اون 4 ایالت اصلی که خیلی مهمن، عرب، مسلمانان غیر عرب، لاتین تبارها، سیاه پوستا، این 4 تا ایالت هن که تقریبا برنده رو بین جمهوری خواه و دموکرات مشخص میکنن. کامالا هریس نیومد چون میخواست اون 2 تا ایالت رو رأیش رو به نفع خودش بگیره، بگه من مخالفه کشتار نتانیاهو هستم. خب اگه مخالفی دوره دولت آقای بایدن استعفا میدادی میومدی کنار. مخالف چیه؟ تمام امنیت، تمام توان هژمونیک، هر آنچه که دارن اینجا هست، اینجا رو از دست بدن چیزی نمیمونه. اساس تسلط دلار بر فضای تجارت جهانی با نفته، طلا که نیست دیگه. شما حوزه نفت رو کنترل شد دست بدی. ببین ما هر چی داریم میریم جلوتر، من خیلی رو کراس بگم، این جنگه داره تمدنی تر میشه، این جنگه ابعاد امنیت ملی غربی شرقیش افزایش پیدا میکنه. تو جنگ های صلیبی نگاه میکنید، حالا به تحریک کلیسا بود، آلمان نیرو میفرستاد، فرانسه، اسپانیا، بریتانیا، این ورم به همین شکل بود. یعنی جنگ جنسش تمدنی بود. ما داریم وارد جنسی از جنگ های تمدنی میشیم. به معنای واضحتر ما داریم وارد جنسی از جنگ جهانی میشیم. این روایت سازی های خیر و شر که سپاه رو میکنه مثلا نیروی نظامی هیتلر، یا ایران رو محور مقاومت رو میکنه تروریست، این بازی های خیر و شریه، یا با منی یا بر منی. ما الان توی فضاییم. باهوش کسی هست که سلاحش رو زودتر بسازه. بساز ایران، سلاح اتمی تو بساز، رو نمایی کن، دست کم نگیریم ایران رو. ها ایران عجیب غریبه، یعنی عالی بوده. چند تا محور داریم، محور خیلی گسترده ایه. خب شما ببینید الان کل غرب برای تسلیح اوکراین چقدر مشکلات داره. ما روس‌ها رو تسلیح کردیم، داریم همزمان تمام محورهای مقاومت رو مرتبا تأمین ما تسلیحاتی میکنیم. این عجیبه ها، شما تصور نکنید هر کشوری توانشو داره. بی وقفه حزب الله لبنان در 8-9 ماه گذشته کوبیده، یک روز هم آتش بس نبوده. بی وقفه یمن داره میزنه روزانه. این حجم انبوه تسلیحاتی و تأمینش و ساخت و تولیدش شوخی نیست. تو دنیایی که امروز برای چند هزار گلوله توپخانه دست و پا میشکنن بخرن، ما در تو بمب اتم فکر میکنم داریم نزدیک میشیم. و موازنه نه تنها در منطقه برقرار شده دیگه به نفع اسرائیل نیست، بلکه کاملا به نفع محور مقاومت برگشته. و لزوم دخالت غرب در این جنگ از سوی نتانیاهو به شدت احساس میشه و اونها میدونن که بدون حضور غرب شانسی ندارن. چیکار میخواد بکنه؟ توانی براش نمونده، یعنی به صورت ترکیبی قفله. اقتصاد، تمام مرزها، جنوب، شمال، شرق، غرب، تقریبا همه محور مقاومت خاک رژیم صهیونیست رو به هدف قرار دادن، تقریبا همشون، و همشون هم تونستن موفق بودن. و اگر همزمان یک جنگ شکل بگیره و همه بخوان این کار انجام بدن، من فکر نمی کنم مردم اسرائیل مثل مردم غزه باشن، از شمال برن جنوب، از جنوب برن شمال. نه، خیلی از ما هم نمیتونیم مثل اونا باشیم. اونا هشت هست وسط میدون جنگن،
چیزی برای دست دادن ندارن، مام وطن مونده و دارن برای به دست آوردنش می جنگن. یکی از ما ماشین داره، خونه داره، ویلا داره، شغل داره، اونا هیچی ندارن. تفاوت اینجاست. آیا نتانیاهو با لبنان درگیر خواهد شد؟ بلا شک، چاره ای نداره. اتفاقی که دیشب افتاد در تا دروزی ها که میدونید حزب الله لبنان یک نقطه عجیبی داره، به شدت اخلاق مداره. سید حسن خیلی اخلاق مداره، سابقا بوده، اشتباهاتی بوده، شلیکی شده، افرادی کشته شدن، لبنانی بودن و سید حسن اومده عذرخواهی کرده، پذیرفته اشتباهشون رو و تسلیت گفته و سعی بر جبرانش کرد. وقتی میگه کار ما نبوده، کارشون نبوده، کار حزب الله لبنان نبوده، اصلا تو شکی نیست. اما نکته اینجاست، افتتاحیه المپیک، بالا بردن سطح تنش در سطح ورود به یک جنگ، استفاده از المپیک برای چیه؟ مثلا فضای رسانه دنیا تحت تاثیر المپیکه و ما اگه وارد یک جنگ بشیم زیاد کار رسانه‌ای بکنیم، زیاد تحت فشار قرار نمیگیریم. خب میدون نبرد رو میخواید چیکار کنید؟ به نظر میرسه ایران بارها و بارها غیر مستقیم و البته سندی براش ندارم، توی اخبار میبینم یک جورایی سخنگوی وزارت خارجه هم اشاره کرد در صورت حمله به لبنان پاسخ گسترده‌ای خواهد گرفت اسرائیل. پس نیاز به حضور آمریکا داره. آمریکا میخواد چی کار کنه؟ از یه طرف میگه میخوام تو عراق بمونم، نمیریم. از یه طرف برای اینکه بمونه باید تنش رو کاهش بده، منافع خودش رو اونجا تضمین کنه، میخواد اونجا خارج نشه. اونجا نقطه خیلی استراتژیکی است، تحت فشار، میگه نمیرم، بعد الان بیاد با اسرائیل با محور مقاومت درگیر شه. بذار درگیر شن تو درگیری مجبور میشن برن. راهش همینه. اسرائیل بدون همراهی آمریکا نمیتونه کاری کنه. همراهی آمریکا هم آسیب‌های بسیار جدی براشون داره، خواهد داشت. جنگ با ایران جنگ یه روز، دو ماه، یک ماه، یک سال، دو سال، سه سال نیست. تو جنگ با محور مقاومت جنگ به شدت طولانیه. به نظر میرسه محور هم آماده است و به نظر میرسه میل به این جنگ رو نشون میده با تحریک اسرائیل. اتفاقا میل به این درگیر رو نشون میده با تحریک اسرائیل. و خب به هر روی دوستان، این جنگ قرنهاست داره اتفاق میفته. بارها و بارها دست به دست شده این نقاط بین بلوک غرب و شرق. زمانی که صلاح الدین ایوبی میاد برمیگردونه، یا قرن 19 اونا میان برمیگردونن، توی سایکس پیکو قرن اوایل قرن 20 و الانی که مجدد ایران هست که داره بازی میکنه. این خودش معنا داره ها. تو این قرن ایران هست که داره اون نقاط رو پس میگیره. اینه که من میگم ما تو نظم بعدی سهم بزرگی داریم، سهم بزرگی خواهیم داشت. این خیلی جنگ بزرگیه، جنگ بر بودن و نبودنه، جنگ بر آیندهمونه که قراره چی بشه. تحریم، اتفاقاتی که در 7, 8, 9, 10 تا 25-6 دهه پیش مرتبا تکرار شده، یا برگشتن به روزهای طلایی، تو اون جنسیم. و من فکر میکنم نتانیاهو چاره ای نداره جز اینکه وارد درگیری بشه. آیا توانش رو داره آسیب نمیبینه؟ حتما آسیب میبینه، حتما توانش هم کمه. اما شما وقتی که بر سر بقا قرار دارید که چرتکه نمیندازید، ضرر زیان و فایده، سود و فایده و حساب اینا رو بیاری بالا. بقای توه، تو باید دووم بیاری و میز رو بزنی زیرش و میز خودتو بچینی. نتانیاهو تو اون شرایطه. اما اشاره میکنن به سلاحهایی که دارن، شاید به نوعی دارن به محور مقاومت دارن بیان میکنن که آره
ما بمب اتم داریم، اتفاقا خیلی هم گسترشش دادیم. فکر میکنم وقتش ما هم بگیم بله ما هم داریم. اتفاقا خیلی وقت هم از داریم گسترشش میدیم. داریم به این روز نزدیک میشیم. امیدوارم همه همون زنده باشیم و اون رو ببینیم. جنگ نزدیکه. هیچ راه دیگه نیست. ما تغییر انتقال قدرت از غرب به شرق رو داریم. همونطور که اسپاکمن گفت. گفت کشورهای بلوک شرق بزرگ میشن. از لحاظ جمعیتی صاحب تکنولوژی میشن. حالا منافع بیشتری رو میطلبن. راه های خودشون رو ایجاد میکنن. و سازوکارهای خودشون رو بنا میکنن. اینجا قدرت از غرب به شرق منتقل میشه. جورج کنان با اون تیم اون سالهای آمریکا، تیم مارشال بود، وزیر خارجهشون کیندل برگر بود، اینها در اون مکتب خوبی تونستن کوچک کنن و خیلی 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 خوب تونستن شوروی رو کوچک کنن. سالهای 2003 و 2004 هم اومدن تو منطقه ما این منطقه رو کوچک کنن، موفق نشدن. تبعاتش امروز خواهند داد. قدرت از غرب به شرق میاد، اما این انتقال قدرت جز از دریچه جنگ کوتاه فکرانه است که فکر کنیم بدون جنگ این انتقال میتونه اتفاق بیفته. نه، این در دل درگیری و جنگ خواهد بود و ما براش آماده ایم. من فکر میکنم ما خیلی براش آماده ایم. بیشتر از چیزی که تصور کنید محور مقاومت پرروحی آماده است. ایران و فرماندهانش تو این 44 سال گذشته تقریبا تو هر جای دنیا، تقریبا هر جای دنیا جنگی بوده مستشاره ایرانی یه طرف بودن. تقریبا هر جای دنیا جنگ بوده، شاید یکی دو نقطه جغرافیایی باشه ما نبوده باشیم. داریم راجع به نیروی نظامی صحبت میکنیم که 44 ساله تو جنگه و تقریبا تو هر نقطه رفته بلا شک شکست نخورده. تو هر نقطه از فضای جهانی من حاضرم با هر کسی که میخواد مناظره کنم روی این موضوع. هر جای مستشارهای ما رفتن ما شکست نخوردیم و تقریبا اون محور شکست نخورده. نه تنها شکست نخورد بلکه کاملا زیر و رو احیا شده، حتی تو به شدت هم تو موضوع ضعف بودن. ما با یه بخش یه تیم نظامی رو به رو هستیم که میتونه حماس و جوری به منده که 9 ماه 10 ماه داره با تقریبا ترکیبی از ارتش ناتو روبرو میشه. خب این وضعیت رو داشته باشیم. من معتقدم ما خیلی آماده ایم. یعنی ما فرماندهان نظامی داریم که سبک نظامی مختص با جغرافیا، ایدئولوژی و توانشون طراحی کردن و این سبک تا الان بدون شکست بوده. بدونش مثل اون بوکساری که میاد وسط رینگ و مثلا میزنه قد 1.76 و از 84 بعد میگه برد 28 تا، باخت 0 و 2 تا کمربند. ما الان دقیقا محور مقاومتمون تو اون فضای به شدت از جغرافیای منطقه، نقاط استراتژیکش که حالا وقتی استفاده میکنی تبدیل میشه جو استراتژیک و تسلیحات و ایدئولوژی، همه چیمون آماده است. یه رونمایی از بمب اتم خوشگل هم تقریبا کارو در میاره و ما رو بیمه و تضمین شده میبره توی نظم بعدی با یک سهم بزرگ. البته هیچگاه آسان نبوده، بله هیچگاه آسان نبوده، اما ما هم براش آمادیم. شب امتحانی نیومدیم اینجا بستیم. ممنون از اینکه همراه بودید. اخبار رو دنبال میکنیم و در خدمتتون هستیم. پاینده ایران، پاینده محور مقاومت، همیشه ایران برای ایران.